روزگاری یه مامان بزی با 7 بزغاله کوچولوش زندگی میکرد. اونا یه خونه کوچولوی قشنگ داشتن که هر 7 بز کوچولو توی علفزارش بازی میکردن. اونا توی جنگل با پروانه ها و پرنده ها آواز میخوندن. زندگیشون کاملا با خوشی و شادی سپری میشد. تا اینکه یه روز یه گرگ بزرگ سیاه این 7 بزغاله کوچولو رو دید که توی علفزار داشتن بازی میکردن. چه شکار راحتی، چند روز هیچی نخوردم. مطمئنم این بزغاله ها برای شام امشب خیلی خوشمزه باشن. برم آماده بشم که حالشو ببرم. گرگ چند لحظه منتظر مون تا مامان بزی بچه هاشو تنها بذاره. صبورانه توی بوته ها مخفی شد. بچه های من، میخواب برم بازار تا نون و کلوچه برای شما بخرم. تا غروب بر میگردم. حواستون به گرگ گنده سیاه باشه. مامان بزی، چطور بفهمیم که گرگ تو نیستی؟ اون گرگ مکار خیلی راحت شناخته میشه. صدای کلفت و پاهای سیاهی داره. در رو باز نکنی، آخه حمله میکنه بهتون. نگران نباش مامان بزی، ما واظبیم. مامان بزی به سمت بازار رفت و بچه ها حواسشون رو جمع کردن. در خونه رو هم قفل کردن. بعد از اینکه مطمئن شدن جاشون امنه، رفتن و با همدیگه بازی کردن. موقع بازی کردن مراقب خودتون باشین. صدای در میاد بچه ها. سلام بچه ها، در رو باز کنین، من مامانتون هستم. با شنیدن صدای اون، کوچیکترین بزغاله سمت در رفت تا در رو باز کنه. مامان بزی، مامان بزی. اما بزغاله بزرگتره دوید و برادرش رو گرفت. نه، این مامان بزی نیستش که. مامان بزی صداش کلوف نیست که. بزغاله بزرگتر به در نگاه کرد و داد زد و گفت: برو پی کارت گرگ گنده بد، مامان ما صداش کلوف نیست. با شنیدن این حرف گرگ دوید تا جعبه گچ رو پیدا کنه، چون شنیده بود که گچ میتونه صدا رو خیلی نازک کنه. اما بچه ها، شما نباید این کارو بکنید، چون باعث میشه دل درد بگیرید. گرگ قصه ما خیلی بد جنس و بد فکره. بعد از خوردن گچ ها دوباره به سمت خونه بزا حرکت کرد. در خونه رو زد و گفت: سلام بچه ها، من مادرتون هستم. بیایید ببینید چی براتون خریدم. کلوچه و نون و بیسکویت. به این صدا مثل مامان بیمونه. حالا میتونم در رو باز کنم. اما اون پایین رو نگاه کن، مامان که پاهاش سیاه نیست. این حتما گرگه. برو پی کارت گرگ کله گنده. مادر ما پاهاش سیاه نیست، پاهاش سفید و قشنگه. با شنیدن این حرف گرگ به سمت آسیاب دوید. داخل آرد سفید پرید و گرگ از سر تا پاش رو سفید کرد. اون دوباره به سمت خونه دوید، در زد. این بار گفت: بچه ها، من مادرتون هستم، در رو باز کنید. این صداش مثل مامانمونه، پاهاشم سفیده. حالا باید در رو باز کنم. اونا بدون اینکه بدونن چه خطری در انتظارشونه به سمت در رفتن. در رو باز کردن و بلافاصله دیدن که بله، آقا گرگه گنده بدجنس پشت در واستاده. اون خندید و آردای سفید رو تکون داد. سلام بچه ها، آماده ای تا غذای امشب من بشید؟ بچه ها به این طرف و اون طرف می دویدن تا جونشون رو نجات بدن. یکی داخل کتری رفت، یکی داخل فر رفت، یکی از اونام جایی زیر تخت می گشت. اون یکی هم سعی کرد توی قابلمه قایم بشه.
بزغاله‌ای که از همه کوچیک‌تر بود، چون کوچولو بود، تونست خودش رو داخل ساعت قایم کنه. گرگ هیچ رحمی نکرد و دونه دونه اونا رو پیدا می‌کرد و قورت می‌داد. چه خبره بابا؟ بد جنس. اینم از اولین بزغاله. اوه، دومی هم زیر تخت قایم شده. بیا اینجا ببینمت. توی یه چشم به هم زدن گرگ همه بزغاله ها رو خورد، به جز اونی که از همه کوچیک‌تر بود. اون داخل ساعت قایم شده بود. حالا که گرگ شکمش سیر شده بود، از خونه بیرون رفت. وقتی مامان بزی برگشت، با تعجب دید که در بازه، منتظر مون تا بزرگترین کابوس زندگیش رو ببینه که به حقیقت پیوسته بود. خونه زیر و رو شده بود، ظرفا شکسته شده بودن، پرده ها پاره شده بودن، صندلی ها شکسته بودن، بچه ها پیداشون نبود. اون برای بچه ها گریه کرد. بچه های من کجایین؟ و تو همین حین کوچیکترین بزغاله از ساعت بیرون اومد و مامان بزی رو بغل کرد و گریه کرد. مامان بزی، گرگ بچه خودش شبیه تو کرده بود، صدا شبیه تو بود، ما رو فریب داد، همه برادر خواهرم رو خورد. نگران نباش، بیا بریم گرگ رو پیدا کنیم. اونا رفتن بیرون تا دنبال گرگ بگردن. شکم گرگ اونقدر پر شده بود که روی علفزارها نزدیک خونه مامان بزی خوابش برده بود. صدای خور و پفش انقدر بلند بود که حتی بوته‌ها و درخت‌ها هم تکون می‌خوردن. مامان بزی به سرعت به گرگ نزدیک شد. از بزغال کوچولو خواست تا قیچی و نخ و سوزن رو براش بیاره. مامان بزی خیلی سریع شکم گرگ رو باز کرد. همه بچه ها رو از توی شکم آقا گرگ بیرون آورد. بعدم شکم آقا گرگ رو با سنگای بزرگ پر کرد. بعدش هم شکم آقا گرگ رو با نخ و سوزن دوخت. بعد از اینکه گرگ اون غذای بزرگ رو خورده بود، همه شب رو خوابید. وقتی صبح شد، از خواب بیدار شد. خیلی تشنش بود. میخواست به سمت چاه بره، اما شکمش انقدر سنگین بود که نمیتونست راه بره. شکمش رو بلند کرد و رفت دم چاه. اما لحظه ای که خم شد تا آب بخوره، نتونست سنگینی شکمش رو کنترل کنه و توی چاه افتاد. بچه ها داشتن از پنجره خونه شون آقا گرگر رو تماشا می کردن. با خوشحالی فریاد زدن. ماما بازی، گرگ بد مرد. حالا می تونیم بریم بدون نگرانی بیرون از خونه بازی کنیم. اونا خوش و خرم کنار هم زندگی کردن.